شلوم و برخا. آیا میدونید قرآن کتاب مقدس مسلمانان سرزمین مقدس ارض موعود را از آن بنی اسرائیل میدونه و به اونها تأکید کرده که نباید از این سرزمین خارج بشند؟ در اسلام تمایز جالبی بین دو نوع یهودی یا اسرائیلی قائل شده. در یک جای قرآن ما می‌بینیم که یهودیان مورد تمجید و تشویق قرار گرفتند، اما جاهای دیگه یهودیان به شدت تحقیر شدند. اون جایی که یهودیان تحقیر شدند، قرآن اونها را الیهود نامیده. مسلمانان الیهود را یهودیان صدر اسلام میدونند. اما یک هویت دیگری هست که در کتاب قرآن یهودیان بنی اسرائیل خونده شدند. بنی اسرائیل یعنی اسرائیل های دوران تنخ، توران بیم کتوبی. اونها معتقدند و کتاب مقدسشون میگه که بنی اسرائیل بسیار مورد احترام و تمجید قرار گرفتند. حتی ما میبینیم مثلا در سوره بقره از قول خداوند یهودیان را به عنوان قوم افضل، قومی که خداوند اونها را برتری داده بر تمام عالمیان، تعریف کرده و معرفی کرده. اما اونها معتقدند که در حقیقت بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل مال دوران گذشته بودند و نه دوران حال. اما یه مشکل اینجا پیش میاد. در بعضی از سوره های قرآن ما میبینیم که به وضوح نوشته شده که خداوند سرزمین ارض موعود را، سرزمین اسرائیل را، سرزمین مقدس را از شرق تا غرب رودخانه اردن به بنی اسرائیل عطا فرموده و حتی بیشتر از این دستور در این کتاب که قوم اسرائیل، بنی اسرائیل باید این سرزمین را تصرف کنند و از او خارج نشند و حتی اگه گفته اگه از این کشور را از دست بدید شما زیانکار خواهید بود. در این کتاب مقدس مسلمانان تأکید شده که یهودیان باید تصرف کنند، وارد بشند و هرگز این کشور را از دست ندند. در سوره مائده آیه 20 از قول حضرت موسی خداوند به اون میگه که به قوم اسرائیل بگو ای قوم من به سرزمین مقدسی که خدا برای شما مقرر داشته داخل شوید و به عقب باز نگردید که زیانکار خواهید شد. پس اینجا جای تعجبه. پس چطور میشه با این ادعای یهودیان مخالفت بکنند که چرا شما این سرزمین رو تصرف کردید؟ نه تنها در کتاب مقدس بلکه در احادیث اسلامی که تقریبا مثل تورای شفاهی اونها محسوب میشه، حدیث سنت آمده که دقیقا عتیدین بنی اسرائیل، در آینده بنی اسرائیل به سرزمین باز میگردند، به سرزمین مقدس، اونها رو تصرف میکنند.
مسئله اینه که اونها بین الیهود، یعنی قومی که در صدر اسلام وجود داشتند یهودیان و یهودیان دوران تنخ، میخوان فرق قائل بشند. یهودیان دوران تنخ را بسیار اهمیت بدند، احترام بگذارند، اما یهودیان دور خودشون را تحقیر و تنبیه کنند. و وقتی که بحث در میگیره که پس شما چرا با گفته کتاب مقدستون قرآن مخالفت میکنید، توجیه اونا اینه که اون بنی اسرائیل، بنی اسرائیل دوران قبل بوده. اما ما به دوستان مسلمانمون میگیم ما دیگر الیهود نیستیم، ما بنی اسرائیل هستیم، ما بنی اسرائیل هستیم. از فراموش خانه تاریخ بیرون آمدیم و وارد سرزمین شدیم، همونطوری خدا این دستور را به ما داده در کتاب مقدس تورای خود ما، و شما هم خب اقتباس کردید از این و در کتاب مقدستون آمده که این سرزمین فرزندان یعقوب تعلق داره و خداوند را و ابراهام، اسحاق و یعقوب قسم خورده که به اولاد ابراهام یعنی اسحاق و به اولاد اسحاق و یعقوب تعلق داره و تمام انبیای ما پیشبینی کردند که بعد از دربدری و بعد از هجرت و به پراکندگی قوم اسرائیل به این یهودیان به این کشور بر میگردند، اونجا رو تصرف میکنند، اونجا ساکن خواهند شد، او را آباد خواهند کرد و آوازه و نام خدا و خداشناسی را دوباره در تمام دنیا اشاعه خواهند داد. این را باید چه بخواهند و چه نخواهند باور کنند. و در دوران ما میبینیم که هر چند سعی میکنند حتی این گفته کتاب خودشون را بخوان رد بکنند و بگویند که نه، در کتاب ما آمده که قوم یهود همیشه سرگردان خواهد بود. و چطور حالا ما باور کنیم که این قوم اومدن استقلال پیدا کردند، صاحب کشور خودشون شدند، پیشرفت کردند، فرهنگ خودشون رو دوباره به دنیا نشون دادند و در اونجا حکومت میکنند؟ این برای اونها خیلی سخته، ولی واقعا من به اونها توصیه میکنیم که به کتاب خودشون مراجعه کنند و وعده خداوند را که در اونجا در تورات آمده و بعد اونها هم به همین موضوع اعتقاد دارند به خوبی باور کنند، دست از خصومت و دشمنی با قوم اسرائیل بردارند. این وعده الهی است، قوم اسرائیل قوم ابدی است، قومی است که خداوند ابدی بودن آنها را تضمین کرده، هرچند در طول دوران‌های مختلف به خاطر بعضی اشکالات و مسائل دچار پراکندگی و انحطاط شدند، اما اونها برگشتند و به افتخارات گذشته دوران تنخی که شما مسلمانان عزیز هم به اون معتقد دارید برمیگردند و برگشتند. ما الیهود نیستیم، ما بنی اسرائیل شده ایم و به این افتخار میکنیم و هیچ کس موفق نخواهد شد که این جاودانی قوم یهود را مورد سوال قرار بده. هر باری که اقدام کردید که ما را از بین ببرید، قوی‌تر شدیم، بزرگتر شدیم، پیشرفت کردیم، سرزمین کامل اسرائیل هم نزدیکتر شدیم. بیایید دست از این خصومت بردارید، حقیقت الهی را بپذیرید و از مخاصمت و دشمنی با ما دست بردارید. این برای پیشرفت شما، پیشرفت کشورهاتون، پیشرفت مردمتون هم بهتر خواهد بود. شالوم و برکات.